من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنید. به ایران فکر کنید. به ایران فکر کنید. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند. باز مقایسهش با ملت ایران است. بله ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید، شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. ما مملکت به سمتی میبریم که بالاخره این اقدامات بنیانی و سیاسی و اقدامات اقتصادی و اقدامات اجتماعی تقریبا مقارن همدیگر خواهند رسید به اون موقعی که من میگویم ما وارد تمدن بزرگ خواهیم شد. ما عمل میکنیم، حرف نمیزنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. مهمی هست و بایستی حتما شما شرکت داشته باشید. گفتم این کار مهم چی هست که من بدونم اقلا آمادگی داشته باشم. گفتن نه، شما وقتی رفتین متوجه میشید. من رفتم در دفتر آقای جهانبانی، دکتر جهانبانی که موقع سرپرست شبکه تلویزیون ایران بود و تلویزیون ملی ایران، و گفتش یک فیلم بردار یک صدا بردارم به شما میریم. گفتم من همیشه پورتابل خودم رو، یعنی ضبط خودم رو میبرم با خودم در ورودای هر جایی که باشه، خاطر اینکه احتیاط اگر اونها نتونستن کارشون انجام بدن یا اشکال فنی پیش اومد خودم هم بتونم انجام بدم. ما رفتیم، گفتن که باید برید هتل کنتینانتال. من رفتم اونجا، دیدم که دو تا اتوبوس پر خبرنگار، 160 تا خبرنگار تو این اتوبوس نشسته بودن. حرکت نکرده بود اتوبوس که یکی از مسئولان دربار پادشاهی که در قسمت تبلیغات فعالیت میکرد اومد در درون اتوبوس و گفت که متاسفیم از اینکه برنامه کنسل شده و با شما خداحافظی میکنیم تا بعدا بتون اطلاع بدیم.
من اومدم بلنشم برم، دیدم که اون خانمی که این اعلانو کرده بود، من گفت تو بشین. بقیه خبرنگارا همه از اتوبوس رفتن و رفتن دنبال کارشون. من با حتی صدابردار رو و حتی فیلم بردار رو هم بهشون گفتم برین دیگه، وقتی که کنسل شده شما بیدیم برای چی دیگه. نماینده دربار گفت که شما زفصوت که دارید با تون گذارم. بله رفتیم دیدم داره برای سر فرودگاه، تازه فهمیدم که عرازت میخواد بچی ببرن، برای همه رفتم. وقتی وارد فرودگاه شدم هنوز علازه تشریف نیاورده بودن و من منتظر بودم که تشریف بردن پس از اینکه نخست وزیر آقای بختیار، دکتر بختیار، روانشاد دکتر بختیار کارش تموم شد و از مجلس رأی اعتماد گرفت و آمد به فرودگاه، در اونجا مصاحبه کنم. چند دقیقه منتظر شدیم تا اینکه هلیکوپتر اعلیحضرت اومد قبل از اینکه آقای دکتر بختیار بیاد و اعلیحضرت رفتن در کوشک سلطنتی در فرودگاه مهرآباد. بعد از چند دقیقه، حدود نیم ساعت 25 دقیقه، دکتر بختیار با هلیکوپتر از مجلس کارش تموم شد. نمایندگان مجلس رأی داده بودن و اون انتخاب کردن، اومد اونجا و دست اعلیحضرت رو بوسید و اعلیحضرت گفت که مبارک باشه، تموم شد. گفت بله بار اینا. من وقتی که خواستم ببینم مصاحبات بکنم یا اینکه نه پیامی دارن اعلیحضرت، به رئیس تبلیغات دربار، تبلیغات دربار گفتم که مصاحبه است یا اینکه پیامه. گفتن نه، اعلیحضرت که از کوشک اومدن بیرون شما سوالاتون رو مطرح میکنم. خب اینو زودتر میگفتین که من یه آمادگی داشته باشم، سوالاتی در ذهنم آماده کنم. اون روز هوای خیلی نسبتا سردی بود ولی ابر سیاهی هم آسمان رو پرای گرفته بود، به طوری که من احساس میکردم که روز غم‌انگیزی باید باشه و روز غم‌انگیزی هم بود. به محض اینکه اعلیحضرت از سالن کوشک سلطنتی همراه با بختیار اومدن وسط فرودگاه، من رفتم جلو و ازشون اجازه خواستم که چند مصاحبه کنم. اینم براتون بگم که علت کنسل کردن این خبرنگارای خارجی این بود که از فرودگاه مهرآباد از کاخ سلطنتی از جای تلفن زده بودن که من هیچ خبرنگار خارجی نمیخوام مصاحبه کنم، فقط خبرنگار رادیو تلویزیون ملی ایران باشه. بله هیچ کدوم اینا به خاطر این گفتن کنسل شده، ولی خود اعلیحضرت گفته بود هیچ خبرنگار خارجی نمیخوام باشه، یه خبرنگار رادیو تلویزیون میاد باهاش مصاحبه خود بکنه بکن. بله من به محض اینکه اعلیحضرت از پله‌های کوشک سلطنتی اومدن پایین، من رفتم خدمت چون کدام اجازه میفرمایید از اعلیحضرت چندی پرسش مطرح بکنم. گفتن بعد کشم میخواستم سوال کنم که هدف اعلیحضرت از سفر به خارج چی هست و ابتدا اعلیحضرت کجا تشریف میبرن. بیشتر راجع به نظم و انضباط در نیروهای سلطنتی، نیروهای ارتش و اینا صحبت کردم. آخر مصاحبه که تموم شد، و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آنچه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما، حاصل تلاش ها و کوشش های طاقت فرسای سرنوشمان خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان، یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمقان نیاوردند. Obviously, my heart is bleeding since my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat, and I have tears and
to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now. همه چی به هم ریخته. اونی که حقیقتو میگه تو زندانه، اونی که عاشق عشقش زیر خاکه، اونایی که به هم رسیدن خستن، اونی که میخواست خودش باشه آفار است. همه اینا تقصیر ماست، اینا همش گناه ماست. ما هم گناهیم.